سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. قبل از هر چیز اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. فریما فرجامی متولد 18 اردیبهشت 1331 در تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و گوینده رادیو است. او فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه دراماتیک هنر قبل از انقلاب می باشد و در سال 56 از این دانشگاه لیسانس کارشناسی دراماتیک را دریافت کرد. در همون سال در مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر و فصلنامه فرهنگ و زندگی به عنوان ویراستار، محقق و پژوهشگر مشغول به کار شد. از سال 55 با گویندگی نمایش‌های رادیویی و بازی در نمایش تلویزیونی آدمک مومی فعالیت هنری خودش را آغاز کرد. در سال 59 با فیلم گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامرضا عرفان وارد عرصه سینما شد. او موفق به دریافت سیمرغ بلورین نقش اول زن برای فیلم پرده آخر از نهمین جشنواره فیلم فجر شد. او در مصاحبه‌ای گفته: در دبیرستان علاقمند به سینما شدم، اما نه اینکه بخوام بازی کنم. در دانشگاه هم بیشتر به درس خوندن علاقه داشتم تا بازی. اولین بار در 18 سالگی به دعوت جمشید مشایخی که کارمند اداره تئاتر بود، بازیگری رو در تئاتر تجربه کردم. او بعد از گرفتن لیسانس در سال 55 وقتی 24 ساله بود، کار حرفه‌ایش رو با گویندگی در نمایش‌های رادیویی آغاز کرد و سپس تجربه موفقی رو با نمایش تلویزیونی آدمک مومی به دست آورد. بازی در فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی در سال 1360، فیلم تیغ و ابریشم در سال 64 و فیلم اجاره نشین‌ها از داریوش مهرجویی در سال 65 از او یک بازیگر سرشناس ساخت. خانم فرجامی در سال 1367 با سریال بخش 4 جراحی وارد قاب تلویزیون شد، اما شهرت زیاد او به خاطر بازی در فیلم نرگس رخشان بنی اعتماد در سال 1370 بود. بعد از دوران اوج فعالیت هنری دهه 60 و 70، در سال 1382 بعد از بازی در فیلم کاغذ دیواری زرد تصمیم به گزیده کاری گرفت، تا جایی که خیلی از فیلمنامه ها رو رد کرد. قبول نکردن بیش از اندازه کارها موجب شد نهایتاً 11 سال بعد در سال 94 با فیلمی به نام نیم به کارگردانی بهمن کامیار به عرصه بازیگری بازگردد. با این حال او دوباره به فراموشی سپرده شد تا این دوری به جز همین فیلم به 17 سال برسد. او گفته: کتابخانه بزرگی دارم و همیشه کتاب میخونم. مطالعه همیشه بخشی از زندگی من بوده، چون اصلا ویراستار و پژوهشگر رادیو بودم. خانم فریما فرجامی سال هاست از مصاحبه در مورد زندگی شخصیش امتناع میکند. با این حال او با همسرش زندگی موفقی دارد. خانم فرجامی در سال 69 وقتی 38 ساله بود، برای بازی در فیلم پرده آخر به کارگردانی واروژ کریم مسیحی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت. در تاریخ 7 بهمن 89 مصاحبه ضبط شده او با برنامه تلویزیونی 7 از شبکه 3 صدا و سیما پخش شد. این گزارش گفتگویی را از خانم فرجامی پخش کرد. او در این مصاحبه انتقادات تندی رو در مورد برخی از سینماگران و فاطمه معتمداریا بیان کرد. در پی نمایش این مصاحبه، امین تارخ در برنامه همان شب و یک روز بعد رخشان بنی اعتماد در یک نامه واکنش نشون دادن و به خاطر پخش گزارشی از این بازیگر در وضعیتی نامناسب به صدا و سیما اعتراض کردند. اعتراض‌ها به دلیل نمایش فرجامی در وضعیتی بد، غیرعادی و به سخره گرفتن او در گزارش تلویزیونی برنامه 7 بود. در ادامه شورای تهیه کنندگان هم به همین دلیل برنامه 7 را تحریم کردند. این شورا اعلام کرد به دلایلی از جمله نمایش دردناک چهره‌های سرشناس سینما این برنامه را تحریم می‌کنه. خانم فرجامی که مدتی به علت کسالت از بازیگری دور بود، در مصاحبه‌ای که با فریدون جیرانی داشت، به شوخی گفته بود که ابوالفضل پورعرب و امین تارخ واقعا آدمو هرس می‌دادن. امین تارخ همش به فکر جست و قیافه خودش بود و به بازیگر روبرو توجهی نمی کرد. خانم فریما فرجامی بازیگر پیشکسوت و کهنه‌کار سینمای کشورمون ضمن بیان برخی گلایه‌ها و انتقادها از حوزه سینما، مدیریت‌ها و چهره‌های سینمایی، نکات جالب و قابل تأملی را هم از روند زندگی خودش گفت.
نکاتی که از تنهایی او و گمنامی این روزهاش خبر میده. تارخ بعد از پخش مصاحبه خطاب به جیرانی گفت برای برنامه هفت متاسفه که بازیگری رو در این ظاهر و شرایط نشون میده و امکان قضاوت در مورد او رو فراهم میکنه. او نمایش چنین تصویری رو از بازیگر برای خود او و وجهه کل بازیگران سینما نامناسب دانست و یادآور شد بهتر است برای زنده کردن یاد این بازیگر مناسب تر بود که با جزئیات پخش شده به او پرداخته نمیشد. خانم فرجامی در مصاحبه ای گفته بود خیلی وقت است که سینما نرفتم. کسی نمیاد منو ببره سینما. من اصلا سینما نمیرم. همش یه گوشه خونم. وقتی از او درباره تماشای فیلم در خونه پرسیده شده بود، او در جواب گفت قرار بود برام سی دی و دی وی دی بیارن. نمیارن برام. یه بار جیرانی اومد خونه ما، گفت بیا بریم فیلم‌های منو ببین. دو سه ماه پیش بود. دیگه ندیدمش جیرانی رو. فیلم‌های خودم رو هم ندارم. فیلم‌هام رو اینا اون گرفتن و بردن. نمیدونم چرا پس نمیارن. او درباره کیمیایی هم گفته خیلی سال ندیدمش. رفتیم البته سر کلاسش. به سال میرسه که ندیدمش. خانم فرجامی در پاسخ به پیشنهاد برای کارهای جدید گفت کارهای احمقانه به این پیشنهاد میشه. کارهایی که آدم به کلفتش هم پیشنهاد نمیده. بعد میگن تو بیا بازی کن. در حد یه زن بیشخصیت، بیشعور. خیلی بده بشینم تو خونه خیلی بهتره. دلم سینما میخواد. دلم لک زده برم جلوی دوربین. پرویز پرستویی هم چند وقت پیش اومد به دیدنم. وضعش خیلی خوبه. یه کاری هم داره بازی میکنه که خیلی مزخرفه. آشپز باشی. آخه این چیه بازی کرده؟ معتمداریا هم بازی میکنه. ولی چرا ولمون نمیکنه این معتمداریا؟ در سالهای گذشته کمکار بودم، اما جسته گریخته چندین کار رو بازی کردم. اتفاقا دو سال پیش آخرین بازی خودم رو در فیلم نیم به کارگردانی بهمن کامیار انجام دادم و بعد از اون هم در تلفیلمی با نام عروسک خانه به کارگردانی افشین هاشمی به ایفای نقش پرداختم. البته نقش‌ها اونقدر بزرگ نبود، اما بیکار هم نبودم. در میان آثاری که در اونها به ایفای نقش پرداختم، مادر رو خیلی دوست دارم. علی حاتمی مرد سالم و کاربلدی بود و بدون شک کار با حاتمی آرزوی هر بازیگری بود. آرزویی که من به اون رسیدم. معدود هنرمندانی بودند که همواره به من لطف داشتند، اما در کل اکثر دوستان و هنرمندان فراموشم کردند. بالاخره بازیگری که زندگیش رو در این راه گذاشته انتظاراتی داره. انتظاراتی که هیچ وقت برآورده نشدن. لیلا حاتمی عزیز مدتی پیش به دیدار من اومد. بسیار به من لطف داشت و هنوز هم داره و گهگاه به من سر میزنه. آخرین باری هم که به ملاقاتم اومد اتفاق بسیار شیرینی بود. چرا که سیمرغ بلورینش برای بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم رگ خواب رو به من هدیه داد. خانم فرجامی آخرین بار با سریال‌های تنها ترین سردار مهدی فخیم‌زاده و روشن‌تر از خاموشی حسن فتحی در دو دهه اخیر در تلویزیون حضور پیدا کرد و آخرین فیلم او هم تلفیلم کاغذ دیواری زرد در سال 82 بود. خانم فرجامی طی حدود یک دهه گذشته به دلیل ناتوانی جسمی آلزایمر از ادامه فعالیت هنری خودش باز مانده بود و گویا این روزا اوضاع بهتری داره. از جمله فیلم‌های معروف او میشه به گفت ترس نفرشان، خط قرمز، سرب، مادر، آب و آتش، ساغر، زهر عسل و مجموعه های پهلوانان نمیمیرند و ولایت عشق اشاره کرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.